الها انگشت خداییم دادی، انگشتر سلیمانی هم ده. رضا ابراهیمی هستم از کانال یوتیوب کالج باستانی، ارادتمند همه شما خوبان فرهیخته. دوستان گرامی، در رابطه با سکه و اسکناس های ارور، ببینید، ما سکه و اسکناس هایی رو داریم که میتونه ارور باشه. ارور یعنی اینکه اشتباه باشه، اشتباه چاپی داشته باشه. خدمتتون عرض بشه که این اسکناس ها و سکه های ارور رو افرادی که کلکسیون دارن جمع آوری میکنن اینها رو، و چون مورد بسیار خاصی هست با توجه به نوع ارور، دوستان گرامی، میتونه مبالغ قیمت مختلفی رو داشته باشه و مبالغی رو بابت هر ارور به فروشنده پرداخت بکنن. در رابطه با سکه ارور من خدمتتون عرض بکنم، ارور اولا که یعنی اشتباه چاپی. حالا اون اشتباه میتونه در نوشتن به نوعی ممکنه غلط املایی داشته باشه، یا شیار نداشته باشه، یا به نوعی خدمتتون عرض بشه که مثلا یه خوشه یه گندمی نداشته باشه کنارش، یا ریال کم و زیاد بشه، یا یک صفری کم و زیاد بشه، یا خدمتتون عرض بشه مثلا این گنبد بارگاهش نباشه، یک چیزی که اشتباه باشه و اون اشتباه در همه سکه ها نباشه و یک اشتباه خاصی باشه که برمیگرده به خطای انسانی. اما ما اسکناس رو داریم دوستان، یا تراول، هیچ فرقی نمیکنه. مثلا این اسکناس 10,000 تومانی دوستان، اینجا یک با قرمز شماره سریال داره، این شماره سریال هم بالا هست و هم این پایین هست. اگر این شماره سریال ها، سریال بالا و پایین، با همدیگه فرق داشته باشه، این میشه ارور. یا ما در اینجا آرامگاه سعدی رو داریم که در اینجا نوشته باشه آرامگاه سعدی، اینجا نوشته آرامگاه سعدی شیراز. حالا ممکنه در بعضی از اسکناس ها دوستانی گرامی یکی از این کلمات نباشه، مثلا آرامگاه سعدی شیراز فقط نوشته باشن آرامگاه سعدی، یا غلط املایی باشه، یا در اینجا شعری هست نوشته این شعر غلط املایی داشته باشه، یا این گنبد سبز بالا، این قسمت، این گنبد سبز بالا نباشه، یا یک صفر کم داشته باشه، یک صفر زیاد داشته باشه، فرقی نمیکنه. میخواد حالا تراول باشه یا به نوعی مبلغ پایین تر باشه، به هر شکلی، هر ایرادی، هر غلط املایی در هر نوع اسکناسی، اسکناس میخواد ایرانی باشه، اسکناس میخواد خارجی باشه، تفاوتی نمیکنه. مثلا ما در این اسکناس خارجی ما غلط املایی داریم، این غلط املایی میتونه ارور باشه و دوستان گرامی این ارور متعلق به خاص کشور ما نیست و در همه جوامع که به نوعی سکه رواج داره و اسکناس رواج داره این ارورها هم وجود داره و یک مزایده در همه کشورها و حتی در همه اکثر شهرهای دنیا، حتی کشور ما، این مزایده ها برای اسکناس های ارور و
سکه های ارور وجود داره و کلکسیونر ها بسته به اروری که در اسکناس و سکه وجود داره مبالغی رو به فروشنده پرداخت میکنن. من چند مورد رو خدمتتون عرض میکنم، اینجا یادداشت کردم اگر بتونم بخونم. ببینید معمولا ارورها دوستان گرامی عرض کردم در غلطهای املایی وجود داره، در اشعار، در اشعار مثلا اشعار سعدی، در شعارهای انقلابی میتونه مثلا در بهار آزادی جای شهدا خالی ممکنه اون با غلط املایی مواجه بشه که اون ارور محسوب میشه. نبود یک شکل یا یک گنبد بارگاه در اسکناس، شکل چهره اون شخص با سایر اسکناس ها فرق بکنه، مثلا گوش زیر عمامه باشه، گوش همه گوش ها زیر عمامه است، یک گوش بیرون عمامه باشه، اون ارور محسوب میشه. مثلا ما در اسکناس 200 تومانی چادر کعبه رو داریم که این چادر کعبه اگه کامل پایین باشه ارور محسوب میشه. اسکناس 10000 تومانی صفر کم باشه، زیاد باشه، و بیشترین ارورها در اسکناس 2000 تومانی هست که معمولا این اسکناس ها دوستان گرامی امضا ندارن. ما اسکناس هایی رو داریم با مخرج، اسکناس ها معمولا دوستان گرامی یعنی با قاطعیت عرض میکنم تمامی اسکناس های ایرانی خط کسری داره. این خط کسری اگر صورت نه مخرجش 99 باشه ارور نیست، اما شبه ارور هست و از مبلغ خود اسکناس مبلغ بیشتری رو بهش میدن. ضمناً فکر نکنید که مثلا یک اسکناس ارور هست مثل موردهای باستانی که چیزی رو از درون قبور در میارن و میگن این خدا تومن پولشه و بایستی بانک اتحادیه اروپا رو به نام من بزنید تا من فلان مهره رو بدم. اینطوری نیست دوستان گرامی. ببینید در بحث اسکناس ها یه اسکناس ارور داشته باشه، مثلا 200000 تومان هست، 500000 تومان هست، 1000000 تومان هست، ارورش بیشتر باشه مثلا میشه 1500، بیشتر باشه میشه 1700، 1800، 2000000 تومان. طوری نیست که یک اسکناس ارور رو شما بگید من 100 میلیون تومان میفروشم. الان تو دیوار رو نگاه بکنید دوستان، یه اسکناس 25 تومانی رو نوشته 20 میلیون تومان، نوشته 100 میلیون تومان. خب اینو فقط آرزو و آمالش رو آورده روی این مبحث و واقعا نمیدونه که کسی همچین پولی به این چیزها نمیده. یا خدمتتون عرض بشه که پس ما مبالغ بسیار گزاف رو در بحث ارور اسکناس ها نداریم و قیمت ها کاملا مشخص هست. و مورد بعدی دوستان گرامی در اسکناس ها، اسکناسی که با امضای نوربخش باشه و محمد حسین عادلی و واتر مارک دوستان گرامی، ببینید به این قسمت میگن واتر مارک، این چیزی که درون این به صورت مستتر هست. این حالا من جلوتر بگیرم جلو نور که متاسفانه دیده نمیشه، این قسمتی که مستتر هست در این بهش میگن واترمارک. اگر واترمارکش عکس حسین فهمیده باشه و اسکناسش با امضای آقای شادروان نوربخش باشه و محمد حسین عادلی و امضا اون بزرگ باشه، این ارور نیست، اما کلکسیوندارها مبلغ بعدی رو بابت این اسکناس نمیدن. ما تراول 100000 تومانی رو داریم که این 100000 تومانی در این قسمت که نوشته نمیدونم پارس جنوبی فلان، این غلط املایی، این میتونه ارور باشه، یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی الفش افتاده باشه میتونه ارور باشه. و یک مورد دیگه من عرض کنم خدمت شما، به این خط پولها دقت بکنید. ببینید این خط پولها ممکنه در انتهای این
خط پول کامل راست و مستقیم بالا نیومده باشه. اگر خط پول در اینجا قطع شده باشه و ادامه قطع شده اون 1 سانتی متر 2 سانتی متر این طرفتر باشه و بالا اومده باشه، اون اسکناس هم ارور محسوب میشه. و اما بریم سراغ سکه. ببینید در بحث سکه ها معمولا ما 1 صفر کم داریم یا 1 صفر زیاد داریم، یا ریال 1 نقطه کم هست 1 نقطه زیاد هست، یا خدمتتون عرض بشه که در این قسمت این شیارها نباشند این ارور محسوب میشه. و خدمتتون عرض بشه که ما سکه 500 تومانی رو داریم که این سکه 500 تومانی اینجا نوشته بارگاه امام رضا، فکر میکنم یکی از این مواردی که اینجا نوشته باشه غلط املایی داشته باشه، یا ما سکه‌ای رو داریم به سکه 500 تومانی چرخ دنده‌ای اصطلاحاً مشهور، اون چرخ دنده‌اش به صورت صاف و مدور و گرد باشه، اون هم ارور محسوب میشه. و اصولاً دوستان گرامی سکه ها رو و اسکناس ها رو خیلی آسون یک ذره بین داشته باشید و این با این ذره بین پول هایی که دستتون میاد رو با دقت ببینید و همه این ارور ها رو با یک ذره بین یا با بدون ذره بین و صرفاً با چشم غیر مسلح به راحتی میتونید این ارور ها رو پیدا بکنید و منبع درآمد خوبی باشه. ضمن این که میتونید آلبوم سکه تهیه بکنید و سکه های تو بازار رو دوستان گرامی به این صورت در یک آلبوم جمع آوری بکنید، هم یک سرمایه‌ای براتون به حساب میاد. هر چقدر که دوستان گرامی این سکه ها این آلبوم سکه‌تون بزرگتر باشه بیشتر باشه و به نوعی مدت زمان بیشتری از این از این تاریخ جمع‌آوری این آلبومتون گذشته باشه، به همون نسبت میتونه آلبوم سکه شما ارزش بیشتری رو داشته باشه. الان ببینید ما اینجا سکه‌هایی رو داریم که پاتین بسته و به همون شکل پاتین بسته دوستان گرامی بنده اینجا نگهداری کردم و هر کدوم از اینها بیانگر خاطراتی میتونه باشه از زمان خرید، نحوه خرید و سایر موارد. ضمن این که دوستان گرامی تک تک اینها میتونه سرمایه‌ای باشه برای آینده که مطمئناً یا به کار خودمون میاد یا به کار بچه هامون. لایک و سابسکرایب یادتون نره دوستان گرامی، یک مقدار به خودتون زحمت بدین و اسکناس هایی که دارید رو حتما نگاه بکنید. اسکناسی رو دوستان گرامی برای این کانال نفرستید که ارور اون رو مشخص نکرده باشید. از زمانی که بحث اسکناس ارور رو مطرح کردیم متاسفانه بحث و بیان این مطلب باور بفرمایید صرفاً به واسطه این هست که تونسته باشم کوچکترین کاری کرده باشم برای اینکه بتونم شما رو آگاه کرده باشم، دانشتون رو بالا برده باشم و بتونید از مبالغی که در طی ماه یا روزانه به دستتون میاد یک منبع درآمد جداگونه ای رو داشته باشید. اما متاسفانه این شده برای ما یک بلا و مصیبت. اون عکس ها و کلیپ هایی که دوستان در رابطه با بحث زیرخاکی میفرستادن همه اونا به کنار، الان دوستان گرامی مجدد حداقل 50 تا کلیپ میاد برای ما که فیلم گرفتن از اسکناس هاشون، نگاه کنید این کدوم اروره. حداقل 500 تا عکس میاد و تک تک دوستان
تقاضا کردن که نگاه بکنید کدوم یکی از این پولهای ما ارور هست، یعنی من باید بشینم و پولهای دوستان رو نگاه بکنم و ارور اون رو تشخیص بدم، و تازه ارور رو که تشخیص دادم، تازه فرضاً اگر قیمت اون اسکناس 1,000,000 تومان باشه، من به اون آقا بگم 1,000,000 تومان، این میگه نه 500 میلیارد یورو. در هر حال دوستان گرامی، لطف فرمایید اسکناس ها رو بدون مشخص کردن ارور به هیچ عنوان نفرستید. هیچ اسکناسی رو کالج باستانی ارورش رو برای شما، فرصت تشخیص ارور رو برای شما نداره، صرفا اطلاع رسانی میکنه. و بعد از اینکه اطلاع رسانی کردیم و دوستان مبالغی رو که در دست دارن و ارور هست با قیمت عادلانه، با قیمت مناسب، خود بنده خریداری خواهم کرد. اگر توافق کردید چه بهتر، اگر هم توافق نکردید من خوشحال میشم که همون اسکناس ها و سکه های یوروتون رو در یک مکان دیگه با قیمت بهتری بتونید به فروش برسونید. در پایان لایک و سابسکرایب فراموش نشه. مثل همیشه امضای خدا پای تمام آرزوها و رویاهای شما. رضا ابراهیمی هستم، اهورای پاک ایران زمین، نگاهبان شما خوبان. حق دیگر دارم.